با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم بهرام در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. روز چهارشنبه است، 28 از ماه ژانویه سال 2009 میلادی. در این روزهای چهارشنبه مدت هاست که در خدمت شما شاهنامه فردوسی میخوانیم از بخش های نخستین داستان ضحاک و کاوه و فریدون و اینها. امروز هم مطلب رو البته پی خواهیم گرفت بعد از مباحثی دیگر. اجازه فرمایید که حافظ را بخوانیم. درود میفرستم به اون دوست گرامی در خراسان، دوست محترم. من که شاکی نبودم، من قدردانی میکنم از مرحمت شما که تلفن فرموده بودین. گویا اشتباه عرض کنم که یعنی سوء تفاهم شده بود. بله، خب، عکس روی تو چو در آینه جام افتاد، عارف از خنده می در طمع خام افتاد. که این شعرم عرض کنم، این بیت مشهور از مال باخته سلمان صابجی است که فرمود عکس روی تو چو در آینه جام افتاد، عاشق از خنده می در طمع خام افتاد. مستقیم حافظ بزرگ شعری بیچاره رو برداشته و استفاده کرده. اینجا فقط عارف رو به جای عاشق گذاشته، اگر نه این سخن از سلمان بیچاره است. باری، عکس روی تو چو در آینه جام افتاد، عارف از خنده می در طمع خام افتاد. حسن روی تو به یک جلوه که در آینه کرد، این همه نقش در آینه اوهام افتاد. عرض کردم در بحث سرقات شعر یعنی دزدی، از شبهت که انواع مختلف دارد که حالا سلخ هست و انتحال هست و بحثای دیگر و اینها. اما حافظ دانسته این بیت نیرومند رو که بسیار از بیت نخستین هم قوی تر هست آورده است که بگوید من هنرمندتر از آنم که چیزی از کسی بدزدم. ببینید، حسن روی تو به یک جلوه که در آینه کرد، این همه نقش در آینه اوهام افتاد. این همه عکس می و نقش نگارین که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. غیرت عشق زبان همه خاصان ببرید، که از کجا سر غمش در دهن عام افتاد. من ز مسجد به خرابات نخود افتادم، این هم از عهد ازل حاصل فرجام افتاد. چه کند که از پی دوران نرود چون پرگار، هر که در دایره گردش ایام افتاد. در خم زلف تو آویخت دل از چاه زنخ، آه که از چاه برون آمد و در دام افتاد. اون شده ای خواجه که در صومعه بازم بینی، کار ما با رخ ساقی و لب جام افتاد. زیر شمشیر غمش رقص کنون باید رفت، کن که شد کشته او نیک سرانجام افتاد. صوفیان جمله حریفند و نظرباز، ولی زین میان حافظ دلسوخته بدنام افتاد. یکی از شاهکارهای حافظ شیرازی، از بهترین غزلهای زبان پارسی است. عرض کنم که یک اتفاقاتی میفتاد، اخباری خیلی جالب است. یکی اون که این آفت الله خزعلی، حالا این آفت الله رو بنده کنم، از من نیست، از مرحوم کسروی است. این آیت الله ها رو میگفت آفت الله، یعنی این آفت خدا هستن بر روی زمین. این است که بد نیست از این به بعد بگیم آفت الله، یعنی آفت خدا. اینها، این یک پسری دارد، یه گفته است که این احمدی نژاد یهودی است، تبارش یهودی است. در حالی که شما اگر 500 هزار گدای شیعه رو جمع کنید و بگویید یک نفر از این گدایان را به عنوان شیعه خاص و خالص انتخاب کنید، احمدی نژاد رو باید انتخاب کرد. یعنی قیافه زار و نزار و بدبخت پنداری که 50 سالی در سامره گدایی کرده این بدبخت، هنوز زیر بغلش هم پاره است. این است که یهودی به این نمیچسبه. و با دوست عزیزم آقای خلیلی دیروز صحبت میکردم، رفته بودیم کتاب بخریم با آقای رزاقی در وسبود، میخندید میگو ببین داستان رو ببین، بعید نیست فردا اینو محاکمه کنن، اعدام کنن، بگن این یهودی بود که این کارها رو میکرد، برای صهیونیست ها کار میکرده، کش کردیم این یهودی بوده.
تمام این ادبار و بدبختی و بیچارگی و عرض کنم که ورشکستگی مملکت زیر سر یهودی هاست، اینم یهودی بوده. در حالی که عرض کنم که خب این گدایی و بدبختی و نکبت کار شیعیان بوده، هیچ آدم درست حسابی از زمانی که این اسلام عزیز آمد و شیعه گری باب شد، هیچ آدم درست حسابی شیعه نشد جز بدبختا و گداها و عرض میکنم که اسرا و اینها و شیعه میشد. حالا ایرانی بیچاره به دلایل سیاسی این اجدها این مار را آوردن در آستین پروردن، حالا اجدها شده ایران رو بلیده بماند، اما این بدبخت احوال گدایی از قیافش آشکاره و این نمیشود که یه باری خدمتشون گفتن که دوست عزیز قبلا هم سابقه داشته، وقتی که خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی اون مرد بزرگ که واقعا در میان مورخان جهان مثل عرض کنم ستاره می درخشد، این رو کشتن، سرش رو بریدن، نصف کردن و سرش رو در بازار چرخانیدن، گفتن این همان یهودی است که دست در قرآن برده بود، این یهودی قرآن رو عوض میکرد. اینا هیچ هم بعید نیست واقعا، از این ملا هر چه بگی برمیاد. اینها خلاصه این آقای اوباما هم عرض خدمتتون که روز سوم از ریاست جمهوریش دو موشک رها کرد به سرداران اسلام، 22 سردار اسلام رو مقتول کرد با درون ها. درون این هواپیماهای بدون سرنشین هست که میرود دوربین ها دارد ریل تایم، یعنی در همزمان میبینن از داخل کشتی یا هواپیما که این کجا هست چه میکنند، عکس برداری میکنه، گزارش میکنه و میتواند موشک هاش رو آتش بکنه و دو موشک آتش کرده. 22 نفری در مرز افغانستان اونجا عرض کنم فرستاده است پیش الله، نال الله و انا الیه راجعون. و بعد آمده است دیروز و صحبت میکنه بله مسلمان ها مردمان خوبی هستند و اینها و این تشکیلات القاعده برشکسته است و اینها، سیاست بدی نیست که واقعا این رادیکال ها رو یک کمی ایزوله بکنه و بعد مناسباتش رو با کشورهای مسلمان درست بکند، بد نیست. اما این آقام هنوز اینا رو نشناخته، این آقای اوباما هنوز عمق قضیه رو به نظر من درک نکرده. دلیلش هم این که پسر حسین نصر ادوایزر این وایت هاوس هست، گفت بقای عمر تو بادا ملک نجاست مرد، تو یادگار بمانی که بوی او داری. این پسر نصر هم بوی پدرش رو میده. این یواش یواش آرام آرام میفهمد که عرض کنم اینا کی هستن، اینها این رادیکال اسلامی چه حیواناتی هستن، چه خونخواره اینا هستن برای بشریت. بشریت چه عرض کنم، فیلمی که نشون دادم که ملاحظه فرمودید که اینا از این جنس و از این سنخ هستن. و تا اینجایی که به این فلسطینی ها مربوط هست و عرض کنم که کل منطقه عرب ها، این آخوندها دم می جنبانند که عرب ها اینا رو از خودشان بدانن. اینا هم میگن اینها نجس هستن ایرانی ها. یکیشون برادر صدام بود که میگفت من نمیدونم خداوند مگس و ایرانی رو برای چه خلق کرد. همون یاسر عرفات آمد ایران و نمیدونم یه چند ده میلیون دلاری گرفت از خمینی، دست انداخت به آغوش برادر صدام. اینا برادران عرب هستند. به محض اینکه یک رهبری بین اینها پیدا شد که یه زوری داشت، گفتن حمله کنیم ایران، محمره رو بگیریم و عربستان رو جدا کنیم که خوزستان باشد و این خلیج العربی و اون دوتا جزیره نکبت و اینها مال ماست. در همه این تشکیلاتی که اینا برقرار کردن، کمیسیون ها، مجالس، گفتن این جزایر مال عرب هاست. از عرب ها برای ایرانی ها دوست در نیامده هرگز. میگن خون ایرانی به ما نزنید، نجسن اینها. در عوض عرض کنم که از شکم گرسنه مردم ایران میزنن، میدن به آدم کشهای فلسطینی و نمیدونم حزب الله و اینها. و عرض شود که عرض کردم اینها کرمهای گنداب قادسیه هستن. این آخوندها اینها ایرانی نیستن، شناسنامهشون ایرانی است. اما شما بگردید اگر در منزل یک آخوند در سر تا سر ایران یک شاهنامه فردوسی پیدا کردید، من همه حرفام رو از ابتدا تا امروز پس میگم. محال اینها یه شاهنامه در منزلشون داشته باشه. باری عرض کنم که اینها فاکس نیوز دیدم میگفت که این ساختمانهایی که خراب شده مرکز دولتی اینا، گفتن پول نمیدهیم اینا. ایران گفته است ما جبران میکنیم، میسازیم برای حماس. و واقعا داستان شگفت انگیزی است. عرض کردم یک زمانی بود پادشاه ایران میخواست مسافرت بره، این از فرط بی پولی میرفتن نمیدونم چند روبل از روسا قرض میکردن، یه چیزی به روسا میدادن و اینها با نزول بسیار که این شاه ایران بره.
این نفت که پیدا شد همه این قضایا و گرفتاری و بدبختی از این داستان نفت، از یک نامه در دست هست که نوشتن به مقام فراهانی اگر اشتباه نکنم یا میرزا خان که آقا 20 تومان بدهید به این حاج میرزا آقاسی، و اون نوشته است که ملت ایران نمیتواند 20 تومانش رو بدهد به این بابا. یعنی شما فکر نکنید که در قدیم هم این وضعیت بوده، آقا حساب کتاب در کار بوده، همون در روزگار پادشاهی گذشته آقا وضعیت بدین گونه نبود، این همه دزدی و فساد نبود. درست است که من در خدمت شما اینجا چون در کار سیاست بازی نیستم، ایدئال ها دارم، یکی از اینها آزادی و دموکراسی است، بنابراین با اون چه دیکتاتور است ما اینجا مخالف هستیم، بنده مخالف هستم، به خصوص از روزگار مشروطه به بعد که موضوع قانونمندی آمده است و موضوع حاکمیت ملی آمده، این دیکتاتورها آمدن نگذاشتن، حالا از روی خودخواهی دخالت خارجی هرچه باشد. اما وقتی بخوایم قیاس بکنیم، گرچه این رژیم حاصل اون رژیم است و نیاز به توضیح نیست و هر کسی اندک عقلی داشته باشد میداند که این رژیم حاصل اون، یعنی اون رژیم این رژیم را آورده، اما به لحاظ اداره مملکت و به لحاظ آزادی ها و به لحاظ حیف و میل ها قابل قیاس نبود اون رژیم با این رژیم. کجا ساواکی های اون روزگار سر می بریدند و پوست می کندند و نمی دونم گورهای دست جمعی و 20,000 30,000 40,000 مردم ایران کشتن، قابل قیاس نبود. یعنی چنین رژیمی هرگز در ایران زمین نبوده، حتی مغولان. میخوام خدمت شما عرض کنم که این مغولان که آمدن بعد از این قتل عامها تمام شد و حالات جنگی از میان رفت، اینا سعی کردن عدالت رو برقرار کنن، بزرگان رو بنوازن، نمیدونم دانشمندان رو محترم بدارن. نمونه هاش در دست داریم، آثاری که بوده و کسانی که بودن در روزگار مغول، خواجه رشید الدین فضل الله همدانی، نمیدونم عطا ملک جوینی، عرض کنم برادر او شمس الدین محمد، میدونم شیخ اجل سعدی، استاد البشر خواجه نصیرالدین طوسی، بزرگان می نواخته، اینها وحشت دارن از آدم های عالم. این هم یک داستانی است. و عرض کنم که اجازه بدید که یک کتاب به شما معرفی کنم، این کتاب حکیم رازی، اگر پیدا کردید بخرید بخونید، چون رازی تنها آدم حسابی ما بوده در خیلی زمینه ها. محمد ابن زکریای رازی، یک وضعیتی بر فضای دانش حاکم بود که رازی توانست بیاد اونجا نفی نبوت بکند. رازی میگوید این دروغ است، محال چنین چیزی، امکان ندارد، خلاف عدالت خداوندی است که یک نفر رو بر بکشه که تو پیامبر من هستی، تو اینها رو راهنمایی کن. میگوید تنها مرشدی که انسان دارد در زندگی خرد هست، دانش تنها مرشد است، علم تنها مرشد است و تنها قاضی. و گفت اینا همه دروغ گفتند، چیزی به نام انبیا ما نداریم، چیزی به نام پیغمبر میسر نیست. حکیم رازی گفت و منتشر کرد، مخاریق الانبیا بارها گفتم، یعنی دروغ های انبیا. و شیوه های علمی رازی در سیابی به حقیقت و شیوه های علمیش در کار طب بی نظیر بوده، آدم اوریجینال بوده، اصیل بوده. حتی میخوام خدمتتون عرض کنم ابن سینا هم اصیل نبوده، اما رازی اصیل بوده در اندیشه، هم در اندیشه فلسفیش هم در اندیشه پزشکیش، و آزاد مرد بوده این رازی. و این کتاب حکیم رازی نوشته عرض کنم که یک همدانی فرزانه است به نام آقای پرویز ازکایی، که البته ما یک همدوره‌ای داشتیم، هم کلاسی داشتیم به نام آقای ازکایی که خیش همین مرد محترم هست. بله، پرویز ازکایی، و من زنگ زدم به این مرد محترم و صحبت کردیم در روزگاری که بنده تحقیق میکردم در باب همین کتاب از آتن تا هیروشیما، در باب رازی که البته اشاره‌ای من کردم فقط اینا، شنیدم که آقای آلبرت آینشتاین خیلی علاقه داشت به رازی، یک مقاله‌ای هم در باب او نوشته است که من مقاله رو پیدا کردم، این محترم هم قول دادم که بفرستم، ولی مقاله دیگه نتوانستم پیدا بکنم، پیدا کنم خدمتشو میفرستم. و کتاب جالبی است و پیداست که این مرد بزرگوار نویسنده با رازی موافق بوده و شیفته اندیشه های او بوده است، اگر نه این کتاب رو نمی‌نوشت. کتاب بسیار بسیار جالب و عالمانه است. فقط تعجب من این است که آقا این پروفسوری که شما نام بردی، آقای ازکای محترم، این آقای نصر که شما نام بردی، کدام پروفسور؟ این آقا باد اسلام بشه کمش هست، این همین در ردیف همون شریعتی، شریعتی از این بهتر بود، این آخوند بی امامه است خلاصه مطلب.
سید حسین نصر. این ضرورتی نداره شما کتاب رو آلوده بکنید به اسم سید حسین نصر، اونم کتاب رازی رو. شما فکر میکنین آقا مثلا با رازی مثلا هم عقیده است یا احترامی برای رازی داره؟ چه تشکری دارین شما میکنید از این آدم؟ اینه مطلب دیگری بود. اما کتاب رو اگر پیدا کنید حتما بخوانید، حتما توصیه میکنم. کتاب حکیم رازی کتاب مفصلی است. عرض میشود که تحقیقات مفصل و مبسوط کرده است این بزرگوار. کتاب بالغ بر 900 صفحه است و عرض کنم که این مرد هر چه در باب رازی بوده خوانده است و من همه کتاب رو نخوندم. حالا وقتی که همه کتاب رو خوندم مراتب رو به عرضتون خواهم رساند که عرض کنم که چگونه بوده است داستان این کتاب، کتاب مستطاب. خب یک مطلبی گفتم من، هموطن زنگ زنن که آقا بیشتر توضیح بدید. ببینید ما اگه بخوام ببینیم پدیده ها در زندگی ما چه میزان اهمیت دارن، باید متصور بشویم فقدان اونها رو که اگر نباشن چه اتفاقی میفته برای حیات انسان. به عنوان مثال ما نفس میکشیم. سعدی میفرماید خبرداری استخوانی قفس که نام که جان تو مرغی است نامش نفس. سعدی میگفت نفس، اما اون اکسیژنه. ما متوجه اکسیژن نیستیم، فکر میکنیم باید باشد، یعنی از غایت ظهور عیانم پدید است. اما اگر این اکسیژن نباشد مدتی که ما میتوانیم زندگی کنیم از 35 ثانیه تا یک دقیقه و نیم هست، بقیه همه میمیریم. تمام موجودات زنده در نبود اکسیژن میمیرن همه. پس اول به اکسیژن احتیاج داریم، بعد میرسیم به آب، بعد از اکسیژن آب هست امر حیاتی. آب اگر نباشد حالا دو روز سه روز، البته اکسیژن نباشد مردیم با ظرف سه دقیقه. بعد از پنج دقیقه هیچ موجود زنده روی کره زمین نخواهد بود بدون اکسیژن، لااقل تا اونجا که به انسان مربوط هست و پستانداران اینها. نیاز ما این دم و بازدم برای گرفتن اکسیژن هست، درست مثل ماشینی که کار میکنه ما هواشو قطع کنیم پت خاموش خاموش میشه ماشین، آدم میمیره بدون اکسیژن. بعد آب هست، بعد از آب غذا هست. با نبود غذا بعد از یه هفته دیگه 10 روز که اونا که چاقتر هستن و چربی دارن و اینا بدنشو میتونه استفاده کنه، 5 روز 6 روز اینا، خلاصه بعد از 10 روز همه مردیم بدون غذا. در صورتی که اکسیژن باشد و آب باشد و غذا نباشد 10 روز. در صورتی که غذا باشد و آب باشد و اکسیژن نباشد 2 دقیقه. بنابراین باید ببینیم که فقدان اینها چه ضایعاتی بار میآورد. عرض کردم اگر لوله کش ها فردا، لوله کش های تهران نرن سر کار فاجعه است، اگر نجارها نرن سر کار فاجعه است، اگر رفتگران بیچاره که همواره به اینها سپور گفتن و توهین بهشون کردن اینها، چون کار در ایران آر هست، پشت میز نشینی فقط افتخار هست، نرن سر کار زباله تا سقف رو میگیره. نجارها، شیشه پاک‌کن‌ها، حلبی سازها، خانواده احمدی نژاد نرن سر کار احتساب بکنن همه. صنعت نفت اگه نره مملکت یک سر فلج هست، یعنی زندگی اقتصادی این ملت بنفسه. تیاسم کنید آخوندا نرن سر کار، آخوندا بگن که آقا احتساب، ببینید دنیا چه گلستانی میشه. آخوندا بگن آقا ما آخوندا از فردا نمیایم بیرون، اتفاق میفته جزی که مملکت آبادتر میشه، مردم شادتر میشه، قیافه نحس اینها رو نمیبینن. یعنی اینها موجودات غیر ضرور مفتخور زالوی هستن در این جامعه. کی قراره ما بفهمیم؟ بعید نبود که مرد بزرگی مثل آتاتورک که در ردیف رجال بزرگ تاریخ بشر هست، نه اینکه ترکیه، گفت من آخوند نمیخوام ببینم. گفت این فلان فلان شده ها رو موسراش رو بتراشیم بفرستین سربازی، بعد از سربازی که آمدن شکمهاشون کوچیک شد، چربیاشون آب رفت، برن کار شرافتمندانه کنن. امروز ترکیه در ردیف کشورهای نمیدونم مشهور جهان هست، به لحاظ اقتصادی، نمیدونم به لحاظ عرض کنم جایگاهی که دارد، کشور دموکراتیک شناخته میشه، جزء اروپاست و بدون داشتن یک قطره نفت و اینها اقتصادش بسیار بسیار بهتر از ما نفت فروش ها و معدن فروش هاست. این در سایه این است که آخوند رو بیکار کرد آتاتورک. آدم باهوش دیگری که آمده بود آخوند نباشد نادرشاه افشار بوده، که البته اون روزگار کشتار رو نمیدونم جنگ و اینها بود، روزگار قدیم هست. در روزگار جدید رضا شاه آمد گفت من آخوند لازم ندارم، آخوند حق نداشت لباس تنش کنه.
حالا من ندیدم اسنادش را، دوست محترمی که مطلع بودن میگفتن دو سه نفر آخون حق لباس داشتن، بقیه میبستن میامدن کت و شلوار میپوشیدن، کلا پهلوی میذاشتن، در جلسه اون عمامه نکبت رو و اون عبای ریا رو به تنشون میکردن، روزش رو میخوند، حسن سر میبرید، بعد میپیچید زیر بغلش میزد، کلاش میذاشت میرم بیرون. آخون نباشد چه اتفاقی میفته در این جامعه؟ هیچ. خرافات کمتر میشه، مردم چشمشون بازتر میشه و عرض میکنم که امروز 1,000,000 نفر مفتخور ما آخون داریم. آقا اینا چیکار میکنن برای مملکت؟ اینا خرج دارن برای مردم. این جامعه ما باشیم یا نباشیم یک روزی آخوندزدایی خواهد شد، همچنان که جامعه آلمان نازی زدایی شد. امروز نمیتونی لباس نازی تنت کنی با اون جریان صلیب شکسته تو خیابون رو میگیرن. یه روزی بشه بعد که هر که آخوند لباس آخوند تنش بگیرن زندانش کنن، چون اینا نشان دادن که چه خونخوارانی هستن و چه مایه فاسد هستن اینها. هر فسادی شما بگید به اینها در اینا هست. و چه خدمت آقا اینا در تاریخ مملکت چه کردن؟ نادرشاه میگوید به اون صدر الصدور، در اون روزگار لقب آیت الله نبود، میگفتن که صدر الصدور یعنی رئیس کل آخوندها. و آقا شما چه میکردید زمان صفویه؟ مفت میخوردید؟ و قربان ما میخوردیم این اوقاف را، چون نادرشاه اوقاف را قطع کرده بود، درآمدش رو میداد به سپاه ایران، به سربازان. شما چه میکردید؟ ما قربان میخوردیم، به جان شاهنشاه دعا میکرد. و از این که چند نفر از افغانستان آمدن شاه شما رو کشتن، پیداست دعای شما در پیشگاه حق مستجاب نیست، بس مفت میخوردید. اومد بیرون گفت این مردکه رو خفش کنین، یه تناب انداختن به گردنش، فرستادنش پیش الله. انا لله و انا الیه راجعون. آخوند بازی قدقن، این گدایی بازی قدقن بشه توی مملکت. حالا این آخوندهای 60-70 ساله یه روزگاری بودن، در روزگار گدایی اینا آمده بودن آخوند بشن، هرچی آدم خرف بود میرفت آخوند میشه، آدم درست حساب میکنه میرفت آخوند بشه، آدم درست میرفت دانشگاه. اما امروز در نوبت ایستادن پرروها و طمعکاران و عرض میکنم که عملجات زور در صف ایستادن که بروند در مدرسه فیضی قم بعد از 6 ماه یه عمامه بزنن بیفتن به جون ملت و زنای مردم ببرن و اموال ملت بیچاره رو بخورن و روز به روز در تزایدن. فکر میکنم 1,000,000 بیشتر باشن این مفخورا. و اون سخن پخته ابوالمعالی رو تکرار میکنم که میگوید در جنگ کلاغان پیروز نیستید، حداقل با اینها دشمنانه زندگی کنید. عرض کردم به سفارشون دوست محترم، میگه آقا راه ما این هست که اینها رو حذف بکنیم، حداقل میخوایم عروسی بکنیم عق کنیم اینها رو نیاریم. صدها هزار سال آدم ها توی کره زمین بودن، آخوند میبردن عق میکردن. یه متن فارسی، آقا این توهین، این نکاح اصلا توهین به شرف زن، توهین به مردم هست. معنیش این هست که در مقابل این صداق المعلوم، یعنی چیزی که میده این خانم عضو جنسیش رو کرایه میده به این، این معنی عقد عربیه. بریم بخونیم معنی نکاح رو. نکاح یعنی سپوختن، فرو کردن. معذرت میخوام اینا رو واسه اوریان بگیم خدمتتون. این توهینه آقا، بخونین عقد عربی رو بخونین چه توهینی. آقا در این نه وظیفه مشخص هست، نه عرض میکنم که عشقی مطرح هست، نه مسئولیتی، هیچی. میگه این فلان جاش میده به این آقا و به خاطر این چیزی که این میده، یعنی همون صداق المعلوم، یعنی همون مهریه که این میذاره اونجا. کنترات اینه که این یه چیزی بده به اون، اون یه چیزی بده به این. این توهین به زن نیست؟ حالا یه آخون بیار بشون سر سفره عقل. خب اجازه فرمایید که دنباله آواز ایرج رو بشنویم. خوش اون که حلقه ها و سر زلف وا کنی، دیوانگان سلسلت را رها کنی. گر عمر من وفا کند ای ترک تون خوی، چندون وفا کند که ترک جفا کند. و مسیح باد شعر فروغی بستانی آواز ایرج. Thank you.
من ز لبت صد هزار بوسه طلب داشتم، هر چه به من داده ای وام ادا کردی. رقیب ساغر می خورده ای، من به خطا رفتم یا تو خطا کرده ای؟ خوش آن که حلقه های سر زلف وا کنی، دیوانگان سلسله‌ات را رها کنی. کار جنون ما به تماشا کشیده است، یعنی تو هم بیا که تماشای ما کنی. نشانی به خون مرا، من جهد می کنم که به عهدت وفا کنم.
انتظار قیامت توان نشست؟ تا کی در انتظار قیامت توان نشست؟ برخیز تا هزار قیامت بپا کنی. هموطنان عزیز، نگاهبان برنامه‌های سرزمین جاوید شما هستید. این مجموعه فرهنگی را به طور مستمر یاری دهید. تلفن پشتیبانی 818-345-0607. سپاسگزاریم. با درود بر شما وطنان گرامی، در باب عرض کنم که اول اینکه موسیقی مقدمه رو شنیدیم. در روزگار قدیم برنامه گلها وقت زیاد بود، اینها امیدوارم در بریک بعدی آواز ایرج رو هم بشنویم. عرض شود که در باب این ازدواج اینجا در مغرب زمین مسیحیان زن و مرد میخوان ازدواج کنن، شاهد عقد هست البته. دو نفر اون آقا میستاده یه چیزی میخونه، این دو نفر ایستادن دست هم رو گرفتن، مقدمات میگه، بعد موضوع وظیفه رو مطرح میکنه، عشق رو مطرح میکنه که ما دو نفر اینجا با هم میخوام ازدواج بکنیم. در فراز در فرود، در بدبختی در خوشبختی، در بیماری در سلامت، ما مواظب هم هستیم تا زمانی که مرگ ما رو از هم جدا کنه. بعد هم عرض کنم انگشتری مبادله میشه و میبوسن و عکس میگیرن و میرن دنبال کار زندگیشون. این ننگینه، این نکاح اسلامی واقعا چیز ننگینی نیست. آقا گوش کنیم معنیش ببینید چی هست. این یکی. بعد مطالب دیگر، یعنی حداقل ما میتوانیم این رو که در قدرت داریم که این آخوندها رو حذف بکنیم به این شیوه. آقا جرأتش نداریم بیایم تو خیابان، میتوانیم دعوت نکنیم از اینها که تملق اینها رو نگیم. یه کسی مرده، آقا یه آدم درست حسابی بیاد سخنی بگه، حرفی بزنه، اینها مجلسی باشه درست حسابی. همیشه میبینی یکی از این اجدها تو مجلس حضور داره. خب عرض کنم ما خدمت دوست گرامی آقای رزاقی بودیم. چه میزان تلفن ها شد واقعا؟ عرض کنم از بس این مرد بزرگوار که الان اونجا نشسته و من دوباره ازشون دعوت میکنم که باز قبل از اینکه تشریف ببرن آلمان با هم بنشینیم صحبت کنیم در باب کتابشون و سایر قضایا و خاطرات و غیره و اینها. این روزا که ایشون اینجوری اینجا هستن، این محبت دست بر من بوده است که برای من که تمرین کنیم زبان آذری را. عرض شود که یک شعری میخونم خدمتتون که ایشان از علی اکبر طاهرزاده معروف به صابر شیروانی، یک اثر مشهوری هم دارد، هوپ هوپ نامه، یونم به زبان ترکی است، در سال 1912 در باکو فوت شدن. یک قصیده مانندی است، چندین بیت به زبان آذری خدمتتون میخونم ببینید این آقا چی فکر میکرده.
همه معنی در دو بیت آخر است. این هست که خواهش میکنم حوصله کنید، من میخونم. صحبت اینجاست که این از این آقای صابر، شاعر محترم، مرد متجدد بزرگوار، از چه چیزهایی نمیترسه و از چه چیزی میترسه. حالا اگر خطایی در زبان من هست میبخشید. میگوید پای پیاده دوشیرم چولره، خار مغیلان گرورم قخ میرم. یعنی پای پیاده از در و دشت میگذرم، از خار مغیلان نمیترسم. از اینجا شروع کرد. سید ریرم بر رو بیابان لاری، قول بیابان گرورم قخ میرم. پای پیاده میزنم به کویر و بیابان، اینها قول بیابان ببینم، از قول بیابان نمیترسم. گاه هلورم بهرده زورق نشین، تالقلی طوفان گرورم قخ میرم. میگه بعضی وقتا هم سوار قایق میشم و اینا، میرم تو بحر، طوفان های سهمگین میبینم، از طوفان هم نمیترسم. خیلی خوب. گه چخیرم ساحله هر یان دمین، وحشی قران گرورم قخ میرم. میگه بعضی وقتا اتفاق میفتد که عرض کنم که در این بحرپیمایی در یک ساحلی پیاده میشم، در اونجا آدم های وحشی های قران میبینم، از اونها هم نمیترسم. بسیار خوب. بعد میگوید که گاش گاش شفق تک دوشیرم داغلارا، یادقلی ولغان گرورم قخ میرم. بعض اوقات میگه که مثل شفق که در کوها پراکنده است، یا از کنم که خودش رو به روی کوه میاندازد و اینها، جای میگیرم در کوه، داغلارا یعنی کوها یا کوه، در اونجا این آتش فشان های خاموش رو میبینم اما نمیترسم. خیلی خب وحشتناک، آتش فشان خاموش، آتش فشان دید دود میکنه و اینها، میگه این از این هم نمیترسم. بله. گه آنیرم گه آنیرم سایه تک ارمانلارا، یرینجی حیوان گرورم قخ میرم. میگه که بعضی وقتا عرض کنم که نزدیک غروب که آبادی را میگه در آغوش میگیرد، یرینجی حیوان یعنی حیوان درنده، یا حیوان درنده میبینم و هیچ ترس و وحشتی هم ندارم. بعد میگوید که اوز گویورم گاه نیستان لره، بیر سوری اصلان گرورم قخ میرم. بعض وقتا میرم به نیستان، بیر سوری اصلان یعنی یک گله شیر میبینم و نمیترسم، وحشتی ندارم. مقبره لکده ایدیرم گه مکان، قبرده خورتان گرورم قخ میرم. بعض وقتا میرم به قبرستون، مرده زنده میشه، مرده زنده میبینم و هم وحشت نمی کنم، چون ما بچه بودیم ایاتون باشه ما را از مرده میترسوندن. مرده زنده شده خیلی وحشت داره، در حالی که آدم زنده است که ترسناکه. دیدین اون دو نفر رو با دمپایی میکشتن، کشتار، آدم مرده که ترس نداره. اما همه اینها ترس دینیست در واقع، چون کار دین از قبر به اون طرفه. باری منزل لور گه منه ویران لر، جن گرورم جان گرورم قخ میرم. میگه بعضی اوقات میرم تو ویرانه ها، آدم میبینم، جن میبینم، از اونم نمیترسم. خارجی ملکندده حتی گزوب، چخت و هفت انسان گرورم قخ میرم. میگه بعضی وقتا میرم در این کشورهای بیگانه گشت و گذار میکنم، چخت و هفت انسان، ملیت های مختلف، آدم های مختلف میرم و نمیترسم. بو کره ارزده من مختصر، مختلف الوان گرورم قخ میرم. در این کره ارز خلاصه مختصر کنم براتون، آدم های مختلف میبینم و نمیبینم، نمیترسم هیچی. حالا ببینیم از چی میترسه. میگوید که بله لیک بو قرماز لیخلا دوغرسی، آی داداش واللهی بللهی تاللهی هاردا مسلمان گرورم قرخورم، بی سبب قخ میرم وجهی بار، نیلی و ماخر بوی و قلمیش لرون، فکرینی قانقان گرورم قرخورم قرخورم قرخورم. میگه آقا به جان خودتون، واللهی بللهی تا هر جا مسلمون میبینم وحشت میکنم، میترسم، بی جهت نیست این ترس من از این آدمهای نابود شونده. یوغل میشلرون یعنی آدم هایی که فناپذیر و نابود شونده. فکرینی گانگان گرونم، فکر خونخوار اینها منو به وحشت میندازه. تنها چیزی که میترسم من فکر مسلمان هست،
فکرینی گانگان گرورم گرخورم بعد سه چهار بارم تکرار. خیلی ممنونم از آقای رزاقی که عرض کنم این شعر به ما گفتن و یاد دادن و اینا که بیام خدمت شما بخوانیم. خب اجازه فرمایید قبل از که بریم سراغ شاهنامه برویم اینجا ببینیم که ابن خلدون چی گفتی. دوست محترم و دانشمندی، من یه مطلبی رو خوندم، ایشون به درستی گفتن که مطلب رو ادامه میدادیم بهتر بود، که من فکر کردم که ممکنه که سبب ملال بشم و خدمتتون میخونم. اینجا موضوع جانشینی علی است، که این دروغ بزرگی که این شیعیان به راه انداختن و اینها. طبری میگوید که وقتی که پیغمبر در حال فوت بود، عباس عموش به علی میگوید بابا برو ببین تکلیف خلافت روشن کنه. علی میگوید من نمیروم، به جهتی که من بروم به این بگویم، به این مرد بگویم آقا به ما میدی یا نه خلافت رو، اگر بگوید نه تا ابد به ما نمیدن، من هم چیکار رو نمیکنم. تنها جایی که عقل کرده علی همینجا بوده. و همچنین گفتار علی به عباس رضی الله هنگامی که عباس او را دعوت کرد که نزد پیامبر بروند و تکلیف خیش را در برابر وصیت و جانشین از بپرسند، علی از رفتن نزد رسول امتناع کرد و گفت همانا اگر از این امر ممنوع شده ایم، پس نباید تا پایان روزگار در آن طمع ببندیم. و این گفتار دلیل بر آن است که علی دانسته بود که پیامبر وصیت نفرموده و هیچ کس را به جانشینی خود بر نگزیده است. اینا حقایق تاریخ است، ما اینا را باید بدانیم. در روز قدیر خم حضرت به پالان شطور گفت من کنت مولاه فهذا علی مولا. خیلی خوب، من کنت مولا و از کجاش میگه جانشین؟ چرا خود علی فراموش کرد؟ همه مسلمین فراموش کرد. اگه میگه آقا این جانشین من، که کسی کاری نداشت که این پیغمبر اسلام به قدری مورد چیز اصحاب بود که توف به زمین میانداخت لیست میزدن و دستور بده این جانشین کسی قبول نکنه. از بن دروغ، یعنی داستان تشیع از بن دروغ، همش دروغ. یک راست من در همه طالب تشیع نه یک راست ندیدم. این ابن خلدون است، یکی از بزرگترین مورخان جهان، کسی که نخستین کسی است که جامعه شناسی رو دریافت و فلسفه تاریخ رو دریافته قبل از توینبی و نمیدونم هگل و اینا. خیلی خوب، بله. و شبهه فرقه امامیه در این باره بدون سبب است که ایشان امامت را از ارکان و اصول دین میپرنارند، در صورتی که چنین نیست، بلکه این امر از مصالح عامه است که به نظر خلق واگذار شده است. و اگر از ارکان دین می بود، اون وقت مانند نماز مورد اهمیت قرار می گیره. این داستان امامت که بارها خدمتتون عرض کردم که این امامت رو برکشیدن که این نبوت رو خار بکنن. این هم بیشتر ایرانی ها کردن که از دست شر اسلام راحت بشه و این رنگ ایرانی به دین بدهن. این تشیع کاملا کپی برداری از اندیشه های ایران باستان هست. خب میگوید که و اگر کامی بود اون وقت مانند نماز مورد اهمیت قرار میگیره و پیامبر کسی را به جانشینی خود برمیگزید، همچنان که ابوبکر را در نماز به جای خیش تعیین کرد و این امر شهرت می‌یافت، چنان که امر نماز شهرت یافت. و استدلال صحابه برخلاف ابوبکر به قیاس آن بر نماز است که گفتند رسول خدا در امر دینمان به ابوبکر رضا داد، آیا ما در امور دنیوی خیش به وی رضا ندهیم؟ و خود دلیل بر این است که وصیتی درباره جانش پیامبر روی نداده است و نشان می‌دهد که امامت و معین کردن وصی برای آن چنان که امروز بدون اهمیت می‌دهند در آغاز اسلام مورد توجه نبوده است و امر عصبیت که بر مقتضای اون به اجتماع و همکاری و اختلاف پرندگی مردم از مجاری عادت می‌نگرن و اون را نیک رعایت می‌کنند در صدر اسلام اهمیتی نداشته است، زیرا امر دین و اسلام یکسره از راه خوارق عادات انجام می‌یافت، از قبیل متحد ساختن دلها در حفظ و نگهبانی دین و فداکاری و جنسپاری مردم در راه نشر و پیشرفت اون. و این همه ایمان و فداکاری به سبب احوال و کیفیاتی بود که همه روزه مشاهده می کردن و از اینجور داستان ها که ادامه داده است. بله، بعد می گوید اما همین که اون مدد آسمانی در نتیجه از میان رفتن اون همه معجزات و سپس به علت سپری شدن قرنی که مردم اونها رو به چشم می روید دست رب، اون آیین انقیاد و فرمانبری هم رفته رفته تغییر یا به خوارق از میان رفت و فرمان فرمایی بر عادات قرار گرفت چنان که پیش از اسلام بود. پس باید پند گرفت از این که امر عصبیت و مجاری عادات در اون چه از اونها ایجاد می شود دارای مصالح و مفاسد است، و چنان که می پنداشتن پادشاهی خلافت و ولیعهدی اونها
از مهمترین امور مسلم به شمار می رفت، در صورتی که در آغاز اسلام چنین نبود. باید در نگریست که چگونه خلافت در دوران پیامبر بی اهمیت بود، چون که درباره آن عهدی انجام نگرفت و ولی عهدی تعیین نگردید. بله، حالا عرض کنم که من میخواستم امروز در باب قبر صحبت کنم. یک مقاله دیشب پیدا کردم که فراموش کردم بیارم خدمتتون. اینا به زبان انگلیسی بود، یکی از علمای اهل تسنن گذاشته بود اونجا که این قبر پرستی شیعیان شرک است، و چند حدیث صحیح از بخاری آورده بود که پیغمبر گفته است لعنت خدا بر کسی که بر قبر نماز بگذارد، لعنت خدا بر کسی که نزدیک قبر بشود و به عنوان زیارت چنین و چنان کند. چندین حدیث، و میگوید این شیعیان مشرک هستند، اینا سر قبرها هستند، اینها قبرها رو معبود خود قرار دادن. اینا یک بحث طولانی بود و این اندیشه برای من پیش آمد که قبلا هم خدمت اشاره کردم که این قبر ببینید چه نقشی پیدا کرده در زندگی ما. بیمه نداریم، بریم سر قبر، بریم سر قبر رضا اونجا. بیمار میشویم، بریم سر قبر. بچه‌مون بیکاره، بریم سر قبر. میترسیم از الله آدمخور مدینه، بریم سر قبر. خلاصه برای هر کاری سر قبر. این قبر عرض کنم که بیمه بوده و بیمارستان بوده و عرض کنم که امید نداریم به زندگی، بریم سر قبر. یکی دوتا هم که نیست، ماشاءالله تنها ملت قبر پرست جهان ایرانی ها هستن. آقا شما برید نگاه کنین این اسلام عزیز، بابا این گرفته تا مثل طاعون زده، 1,500,000,600,000,000 نفر اینا مسلمان شدن، کی قبر پرستیدن؟ سر قبر. و اساسا نقش آخوند در جامعه ایرانی از داستان قبر به بعده، از ترس قبر. جای آباد ما نداریم جز قبرها. شما ببینید جای آباد ایران نشون بدید، ببینید غیر از این قبرها کجا هستن. یه عرب آمده اونجا از نژاد همون دوستان مدینه، آمده اینجا برای پادشاهی و ولیعهدی و اینها. ببینید چه داستانی ما برای اینا ساختیم، هر چه طلا بوده آویزان کردیم و نقره به در تشکیلات اینها، این شده کسب، محل کسب و کار. این لاس وگاس آخونداست، این قبر رضا. یکی از سردنداران رژیم که البته کار سکیوریتی میکند و اینها، با یک کسی دیگر میره من سر قبر رضا. خاطره رو تعریف کرده برای یک دوستی که به من گفت، گفت ما رفتیم اونجا، خب گردن کلفت متکی به شغلش اینها، که آقا یه زیارتنامه بخون برام، یا آخوند اونجا. به همین لفظی که گفته من برای شما میگم، گفت آخونده شروع کرد السلام علیک یا باب الحوائج، السلام علیک یا ابن رسول الله. گفت خانم داری؟ گفت بله آقا. گفتم خانم داری؟ گفت بابا بذار به زیارتنامه بخونم. نمیخواد، ولش کن. ابا آخوند کشید، آخوند رفت خانم آورد و بنده بساط جور کرد و منقل و زار زندگی و اینا. اون قبر در شیراز، قبر در قم، قبر در نیشابور. آقا چه خبر این داستان قبر؟ تو کاخهای ما کجا رفت؟ آقا یک کسی از خارج میاد ما رو ببینه، چه داریم به اینا نشون بدیم؟ ما چه ملتی هستیم؟ 5000 سال تاریخ، میبریمشون تخت جمشید. هنوز آبادترین جای ایران خرابه تخت جمشید، یادگار 2500 سال پیش. اینها خرابه هاش مونده. این عرض کنم که میگفتن چلمنار زمان صفوی، سیاحان خارجی میگفتن چلمنار، ایرانیا به این میگن چلمنار. الان 7-8 پیش نمونده، بقیش خراب شده، روز به روز هم داره خرابتر میشه دیگه. چه چیزی داریم ما جز قبر که نشان بده؟ معماری ایران بعد از عرب این بوده است که یک گنبد، دو تا گلدسته، یک خلا بغلش. معماری ایران زمین که حالا بیچاره ها چون هنر ممنوع بود آمدن در کاشی اعجاز کردن. واقعا ایرانی ها در هنر کاشی کاری و نمیدونم چی. برید مسجد چیز نگاه کنید، مسجد شاه و شیخ دولت‌الله کاشیش زیباست، آرشیتکتی نداره. کدوم آرشیتکت؟ یک گنبد دو تا مناره خلا که آرشیتکت نیست که، اصلا در کتابای آرشیتکت جای اینا نیستن، اینا اصلا هیچن. اما قبرها، همه قبر. آخه این داستان قبر، آخه این زندگی پس برای چی بوده؟ اصلا زندگی مطرح نیست، همش داستان قبره.
رفتیم سر قبر. آقا مشرف شیم به قبر مولای متقیان، سر قبر بقیه رفتیم. چه قبرهایی بود آقا، یکی دوتا هم نبود. کربلا بریم سر قبر. آقا بریم جایی که آدم ها هستن، یه جای آبادی آقا، یه چیزی بسازیم، ما زنده ایم. وقت برای مردن هست، که قراره ما دنیا رو آباد کنیم و اینها، که این نهاد و سرشت ایرانی در آباد کردن گیتی بوده. آباد بود این مملکت ما، اینجوری نبود. فقط داستان قبر. تو این کشورهایی که عقلی هست، برهانی هست، صاحبی داره، یک رجل بزرگی بوده، حالا عرض کنم کلیساش هم که میری محترمانه است. آقا کلیساش هم که میری ساختن عظیم کلیساها هست در اروپا، که واقعا انسان دچار حیرت میشه از هنر. چه در از عصر گوتیک داره، عصر رنسانس، بره ببینید چه خبر کار هنر. ما خیال میکنیم هنر داریم. بعد اونجا به یک وجه تمیز مرتبی مردم میرن میشینن، نیمکتی هست، فلانی هست، نیایش تمرکزی داره. این چیه؟ هی سرت بمال به زمین، پشتت هوا کن، دوباره سر. یه کسی 4 سال نماز بخونه دیگه نوکریش کاری نداره، که این عبودیت و خاکساری و بدبختیش به قدری شده که میشه تو سرش زد. این چه داستانی آخه؟ توهین به آدمیزاد این شیوه نیایش. تو رو خدا فکرشو بکنید، کلاتون رو قاضی کنید، اینم شد نیایش؟ یه غرور شخصیتی برای آدم باقی نمیمونه که هی دلاشی سرت به حسابی بزنی؟ برای چی؟ این الله مدینه اینقدر بدبخت و حقیره. یعنی عرض کردم خدمتون، هیچ آدم فرزانه یه ذره شخصیت داشته باشه اجازه نمیده کسی ازش تعریف کنه، تا چه رسی کسی هی بیفته سرش میمونه کفشایی 5 بار در روز. این سخن پایان ندارد. آقا رزاق شعر خوب خوندن؟ مرسی. هر شود که بر ایزی بدی برم این بندازم این فرومایگی ها رو کنار. ببخشید شعر صابر نه، حافظ هم میگذاریم این طرف، داستان فرومایگان هم میگذاریم این طرف، رازی رو میاریم این طرف که مالیده نشه. شاهنامه رو باز میکنیم از داستان هر شود که بله ایرج، که برادران چگونه دچار حقد برادران شدند و اینها کشتن ایرج رو. در واقع اینجا موضوع برکشیدن ایران هست، که چگونه ایران همواره مورد حسد بوده. فریدون جهان رو که تقسیم کرده، یک بخش بزرگیش رو به سلم داده، بخش های شرقی رو به تور داده که توران زمین باشه، و ایران رو به ایرج داده. این هست که در شاهنامه فردوسی هر جا واژه ترک آمده به جز بخش آخر که میگوید در اون نامه مشهور عرض کنم که رستم، اینها که اشارت هست به ترکان آسیای مرکزی، اما تورانیان در شاهنامه در واقع اینها نسب ایرانی دارن، مثل افراسیاب و بیژن و هومان، وقتی بخوریم اسم هم ایرانی است، که اینا داره تربیت ایرانی هستن. عرض کنم جنگ ها بین اینها هست. این است که در شاهنامه فردوسی هر جا میگه ترک و ترکان، اینها اشاره است به آریاییان زیر نام ترک. فراموش نکنیم وقتی ما میگوییم ترک داره چند معنی است. یکی ترکان آریایی، مثل همین اینایی که در شاهنامه هست، یکی ترکان آسیای مرکزی، در واقع قبایلی بودند اینها که آمدند رفته رفته جای گرفتند در مرزهای ایران و جنگ ها کردند با ایرانیان و اینها، تا ما میرسیم به روزگار اسلام عزیز که مرکزیت قدرت رفت و کشور ما طاعون زده شد، و بعد خرید و فروش بردگان ترک در بازار سمرقند و آوردن اینها در کار دولت و حکومت و تربیت اینها که بارها خدمت بود، و بعد اینها به سپهبدی رسیدن و حکومت خراسان رو گرفتن، از اون سو هم برای خدمت به خلفا می بردن اینها، و اونها هم کارها کردن در این کار خلفا. این است که مواظب باشیم. بعد که وارد ادبیات شده است، عرض کنم که ترک بعض اوقات به معنی مطلق به معنی
معشوق هست. بعضی وقت ترک مطلق به معنی زیباست. برای ترک که ترک تو ستمگر کرده، شهریار میگوید. یا سعدی که میفرماید تا از تو به پادشاه بگویند ترک تو بریخت خون تاجیک، که البته اینجا اشاره به غلام ترک زیبا روی هست. تاجیک اینجا معنی ایرانی، ترک و تاجیک، تاجیک یعنی ایرانی. تا اینها باری این است که این توران که عرض میکنم منظور این است. اجازه فرمایید که یک قطع موسیقی بشنویم، برگردیم چند بیت شاهنامه بخوانیم، بلکه از این فرومایگی ها برهیم. اینا سردرد میاره. هر قصه و داستانی در باب این اسلام مایه نکبت و فرومایگی است. ما هیچ چیز فرزانه ای در این ندیدیم که بلندایی داشته باشه آدم احساس غرور بکنه. داستان گدایی و بدبختی و فرومایگی است واقعا، از ابتدا هم چنین بوده. بیایید این تاریخش رو نگاه کنید. از ابتدا داستان ریا و تزویر و دروغ بوده و آدمکشی و تحمیل بوده و عرض می شود که قصه های پست، قصه های پست و فرومایه بوده. بهترینش فرومایه بوده. یک مشت اینها احکام و این قصص و اینها هم دزدیدن از این تورات اینجا اونجا سرهم کردن و اینها این بدبختی و نکبت انداختن. عرض کنن که مملکت ما اجازه فرمایید که ببینیم شاید از ایرج چیزی شنیدیم، چون خیلی مقدمه درازی بود، و برمیگردیم چند بیت از شاهنامه فردوسی میخوانیم. Oh,
جنون ما به تماشا کشیده Come on.
هموطنان عزیز، نگاهبان برنامه‌های سرزمین جاوید شما هستید. این مجموعه فرهنگی را به طور مستمر یاری دهید. تلفن پشتیبانی 800-345-06-07. سپاسگزاریم. بدور برشم وطن گرامی، آواز ایرج شنیدید. عرض کنم که سگاه مخالف، عرض شود که این آوازهای قبر آقا گورستانی بسیار هست. متاسفانه بعض خواننده‌های خیلی مشهور پنداری که از قبر اینها رو کشیدی بیرون، همونجا داره برای حسین تشنیلب زوزه میکشه و زجه میکشه. زوزه و زجه تعلیم ندیده، یعنی شما اگر این آواز، اسم نمیبرم، اما اگر از دور گوش بکنید، یعنی توجه نکنید به کلام بولانا، از دور فرض کنید این صدا رو بلند کنید، از 30-40 متری گوش کنید، فکر میکنید یه نفر رو دارن شکنجه میکنن، از سر قبر داره صداش میاد. موسیقی ایرانی این وجه نبوده. این که موسیقی ایرانی نیست که بابا جان. اگه میخواد موسیقی ایرانی بشنوید، نشانه هاشو باید تشریف ببرید به در و ده. اونجا بین محلی ها، بین کرد ها، بین آذری ها، بین بختیاری ها میبینید رنگش رنگ حماسی است. نشاط تو دارد، دو نشاط تو هم با یک رنگی از فرزانگی و یک رگه های از حماسه دارد. زرزر کردن سر قبر آقا که نشد. موسیقی دیدم این خواننده های مشهور اینها ارکستر ها را میاندازن، خجالت هم نمیکشن با این صداهای خارج. بعد ملت بیچاره میشینن اینا و خسته میشن، بعد دست میزنن. این دست زدن یعنی که راحت شدیم از شر این صدا، خیال میکنن اینا رو دارن تشویق میکنن. خلاصه گفت که این سخن پایان ندارد ای جواد. بله، دو مطلب خدمتتون بگم. یکی که تلفن بسیار شد برای عرض کنم که کتاب رزاقی اینها، هر شبت که ایشون برمیگرده آلمان، بعد من اعلام میکنم تلفن خودشون رو خدمتتون میدم که براتون بفرستن. کسانی هم که زنگ زدن تلفناشون یادداشت شده که به موقع خود ایشون با شما تماس خواهند گرفت. یک بار دیگه من ازشون خواهش میکنم بیان توی برنامه در باب این کتاب صحبت کنن. موضوع دیگر این که سپاسگزاری میکنم از ری، دوست عزیزم در شمال کالیفرنیا، که کمک کردن و این سایت رو توسعه دادن و بسیاری از هموطنان از طریق سایت کمک کردن به سرزمین جاوید، از اونها هم سپاسگزار هستم. خب در این وقت کم چند بیت از شاهنامه بخوانیم. بله بله، فریدون اینجا پیر شد و سلم به خشم آمد. تور به توران، به تور و سلم یعنی بخش روم، اینها رو به سلم داده بود. فرستاد نزد برادر پیام که جاوید زی خرم و شادکام. بدان ای شاه ترکان و چین، هنرمند و روشن دل و بهگزین، ز گیتی زیان کرده ما را پسند. بله اینا میگذاریم. به بیدار دل بنگرین داستان، که از این گونه نشنیدی از باستان. سه فرزند بودیم زیبای تخت، یکی کهتر از ما مه آمد به بخت. گفت برادر میدونی که ما سه تا برادر بودیم، اون که از ما کوچکتر بود مه آمد به بخت، بختش از ما بلندتر شد. چرا؟ چون ایران رو پدر داد به اون. اگر مهترم من به سال و خرد، زمانه به مهر من اندر خورد. گذشته ز من تاج و تخت و کلاه، نزیبت مگر بر توی پادشاه. سزد گر بمانیم هر دو دژم، که از اینسان پدر کرد بر ما ستم. چو ایران و دشت یلان و یمن، به ایرج دهد روم و خاور به من. سپارت تو را دشت ترکان و چین، که از ما سپهدار ایران زمین. که از ما یعنی کوچکترین ما، که از ما سپهدار ایران زمین. گفت ببینید بابا چه ستمی کرد در حق ما، تو رو کرده پادشاه چین و ترکان و اینها، منم فرستاده به روم، که از ما کوچکترین ما شده سپهسالار ایران زمین. بدین بخششندر مرا پای نیست، به مغز پدرتندرون رای نیست. هیونی فرستاد و بگذارد پای، بیامد به نزدیک توران خدای. هیون یعنی شتر بزرگ تندرو، فرستاد نامه برادر که باید یه فکری بکنید.
ایرج رو یعنی از میان برداریم. به چربی شنیده همه یاد کرد، سر تور بی مغز پرباد کرد. سر تور بی مغز، آدم تا بی مغز نباشه سرش پرباد نمیشه. به چربی شنید و همه یاد، شنیده همه یاد کرد، سر تور بی مغز پرباد کرد. چو این راز بشنید تور دلیر، براشفت ناگاه چون تند شیر. چون این داد پاسخ که با شهریار، بگو این سخن همچنین یاد دار. که ما را به گاه جوانی پدر، از این گونه بفریفت ای دادگر. درختیست این خود نشانده به دست، کجا بار او خون و برگش کبست. کبست یعنی عرض کنم که میگفتن هنزل، هندوانه ابوجهل تلخ، اینجا مقصود تلخیست. میگه درختی پدر برای ما نشان که میوهش میوه تلخیست. کبست یعنی تلخ. تو را با من اکنون بر این گفتگو، بباید به روی اندر آورد روی. زدن رای هوشیار و کردن سپاه، هیونی برافکن نزدیک شاه. گفت برادر ما باید طرحی بکشیم، نقشه بکشیم، من و تو روبرو بشویم و طرح این کار رو بریزیم. زبان آوری چرب گوی از مهان، فرستاد نزدیک شاه جهان. بدو گفت از من بگوی این پیام، که ای شاه بینادل نیک نام. به جای فزونی و جای فریب، نباید که یابد دلاور شکیب. نشاید درنگ اندر این کار هیچ، که خار آید آسایش اندر بسیج. فرستاده چون پاسخ آورد باز، برهنه شدن رو پوشیده راز. برفتون برادر زروم این زچین، به زهر اندر آمیخته انگبین. رسیدند پس یک به دیگر فراز، سخن راندند آشکارا و راز. نامنگاری کردن و برای توطئه روبروی هم شدن و طرح نقشه کردن. طرح نقشه کردن از خاطر حقد و حسدی که بردن به پدر، یعنی به ایرج که کهتر، برادر کهتر کوچکتر بود، اما سپهسالار و پادشاه ایران زمین بود. گزیدن پس موبدی تیزویر، سخنگوی و بینادل و یادگیر. تیزویر یعنی تیزهوش. بله، یک موبد تیزهوش پیدا کردن. ز بیگانه پردخته کردن جای، سگالش گرفتن هر گونه را. خلوت کردن، معمولا توطئه در خلوت انجام میشه. میخواستن توطئه کردن و عرض میکنم از بیگانگان جای بپرداختن و با همدیگر ساختن. در واقع سخن سل پیوند کرد از نخست، ز شرم پدر دیدگان را بشست. به به، این عرض کنم عبارت رو جای دیگری هم استاد توس به کار برده. از شرم دیدگان رو شستن یعنی بی حیا شدن. یکی بانگ برزد به گیگ و از نخست، پس اونگاه شرم از دو دیده بشست، یعنی کاملا دیگه بی شرم شد این برادر. و چه کرد؟ فرستاده را گفت ره در نبرد، نباید که یابد تو را باد و گرد. برو زود نزد فریدون چو باد، به جز راه رفتند کاری مباد. چایی به کاخ فریدون فرود، نخستین زهر دو پسر ده درود. و دیگر بگویش که ترس خدای، بباید که باشد به هر دو سرای. و دیگر ما نداریم در زبان پارسی، دو دیگر، دو دیگر، نه و دیگر. متاسفم که بعض حتی استادان ما این امر رعایت نکردن. هر میگوید که بله، برو زود نزد فریدون چو باد، به جز راه رفتند کاری مباد. چایی به کاخ فریدون فرود، نخستین زهرد و پسر ده درود. اولین کارو بکن، دو دیگر بگویش که ترس خدای، بباید که باشد و هر دو سرا. جوان را بود روز پیری امید، نگردد سیه مو گشت سپید. چو سازند چه سازی درنگ اندر این جای تنگ، شود تنگ بر تو سرای درنگ. جهان مر تو را داد یزدان پاک، ز تابند خورشید تا تیر خاک. به به، به این زبان. ما ایرانی ها عرض کنم که از روزگار فردوسی شاهنامه داشتیم و بعد حافظ آمد، سعدی آمد، اینها. این قرآن شریف کریم رو در جلد گذاشتیم و گذاشتیم اونجا، مرده چیزی بود، این رو در آوردیم یک بارم باز نکردیم. چی؟ خوب شد که باز نکردیم، یعنی هم بد شد که باز نکردیم، هم خوب شد که باز نکرد. این در این کتاب مستطاب رو که باز میکنی، جز نفرین و نفرت و وحشت و بدتینتی و عرض میکنن که سوختن و این داستان هیچی توش نیست.
خوشبختانه ایرانی ها هیچ توجهی به این کتاب نکردن، شاهنامه رو خواندن، اون رو محترم داشتن، اما امروز اون احترام اون کتاب هم از میان رفته، دیگر احترامی ندارد، خونالود است این کتاب، پر خونه. این از که عرض کردم این حزب الله رو بایستی بازنشسته کرد و به مسجد فرستاد. به من اشاره کردن که وقت ما تمام شده، از چهارشنبه دیگر بیشتر شاهنامه حداقل 45 دقیقه بایستی کتاب رو بخوانیم. و مطلب دیگر این که آقای کربلایی گرامی ما بیمار شده بودن، باز به بیمارستان و به سختی افتاده بودن و حالشون بهتر است، باشون صحبت کردم، هفته آینده امیدوارم حالشون خوب باشد و آواز خوش ابیاتی از شاهنامه برای ما بخوانن. وقت ما تمام شده است، تا برنامه دیگر با سپاس از سامان در اتاق فرمان و همه شما هموطنان گرامی و همزبانان عزیز، شما رو خداوند بزرگ می‌سپارم. درود بر شما، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.